یکی یه بازی رو با من شروع کرده. عکس چشمای سیاه مهری رو چسبونده رو آینه اتاقم. چیزی که منو میبره به 30 سال پیش. مهری یه راهی بود که ما باید میرفتیم و رفتیم. مهری زن یوسف یه غلط بود توی ما. مهری زن یوسف یه غریبه بود توی ما. باید گورشو گم میکرد میرفت. به هر قیمتی؟ آره به هر قیمتی. مهری تموم شد. مهری خودش پوسیده، یادش پوسیده، اسمشم پوسیده. ما خانواده رو نجات دادی، به روح پدرمون آرامش دادی. کی عکس چشمای سیاه مهری رو چسبون رو آینه اتاقم؟ جز من و تو کی از این راز خبر داره؟ هیچ کس. چرا؟ تو نرگس رو فراموش کردی؟ لنه بچه همونو، اون نفر سفونه. حالا هم سر این کار خلاف و پول کثیف مجبورم که دهنمو ببندم رو چیزی که دیده بودم. فقط دیدم به من مربوطه خانم. من فقط دهنمو بستم و به پلیس چیزی نگفتم. ترسم من به پلیس چیزی نگفتم که ازم نپرسن کجا بودم و اونجا سر چه کاری اونجا بودم. اونجا بودم و دیدم که نریمان و داداشش تو انباری اون قهوه خونه تو ترمینال یه جنازه رو زمین می‌کشیدن. که الان زبین میگه اون جنازه احمد رضا بوده. همه چی به انباری اون قهوه خونه توی ترمینال و نریمان و داداشش مربوطه. به اونا مربوطه که زبین رفت سراغشون. سلام. در شأن من نیست کسی دنبالم را بیفته. در شأن شما نیست دنبال کسی را بیفتی. شما من یه پیشنهاد دادی. پیشنهادی که گفتین از اعتماد به نفستون کمک گرفتین و به زبون آوردین. از اون پیشنهاد 2 ساعت گذشته. پس حالا اجازه بدین منم با کمک گرفتن از فکرم به پیشنهاد شما جواب بدم. که باید پیشنهادتون رو قبول کنم یا نه. که اگه نه دلیلم چی میتونه باشه؟ و اگه قبول کنم به چه دلایلی باید قبول کنم؟ که اصلا ازدواج تو شرایط فعلی من چیز مناسبی برای من میتونه باشه یا نه؟ چیزی برای من میتونه به وجود بیاره یا نه؟ اگه زنداشت بره سراغ انباری اون قهوه خونه؟ نریمان آدم حسابی نیست. برای خجسته خطر داره. من وضع درست حسابی ندارم. تو پلیس رو خبر کن. نریمان در رفت. از سکانیه فرار کرد. بوده دنبالش. بوده! پلیس تو رفت. بوده! بوده رزه داره! بعدم من همونی هم که بهتون زنگ زدم. نریمان در رفت، زن احمد رضا هم رفت دنبالش. خبر خانم میشه طرز سوار شدنه. برو پایین. آدم کش نیستم. من فقط میخواستم راضیش کنم و رضایت‌نامه رو امضا کنم. که هم من به سهمم برسم، هم سلیم به سهمش از اون مرسه برسه، هم خود احمد رضا به سهمش برسه. ولی اون بدقلقی کرد. به این صراطی مستقیم نبود. منم دست خودم نبود. عصبانی بودم. زدم تخت سینه‌اش. تو اون قهوه خونه پشت سرش خورد به میز. دیگه بلند نشد. بیهوش افتاده بود. من ترسیدم که بمیره. داشتم هم ترسیده بود که بمیره. ترسیده بودیم که کشون بردیمش تو اورژانس بیمارستان امام. اونجا ولش کردیم بلکه بیان به دادش برسن. یه وقت نمیره. ولی وقتی بیهوش بود قلبش میزد. پس هنوز زنده بود. هنوز زنده بود.
یه مرد توی این اتوبوس پیدا میشه، اینو که حدبسته تحویل پلیس بده. قاچاق سیگار، تو اماد، درسته؟ آره، درسته. من و اماد پاده نریمان بودیم، پاده خلاف، پاده یه قاچاقچی سیگار که نریمان باشه. شب نیمه شعبان بود، میخواستم برم شهرستان یه سری به خانواده‌ام بزنم. اما آقای من و اماد توی زیر زمین یه ناخونکی به کارتونهای سیگار میزنیم، سیگارها رو بار میکردیم، کارتون میفروختیم. همون نیمه شعبان زدیم به دلدوزی تو انباری. یه تو انباری نریمان داعشش رو دیدیم یه چیزی شبیه جنازه رو داره همینجور کشون میبرن سمت ماشینشون. اونا ما رو ندیدن، همینجور کپ کرده بودیم. گفتم خدایا چی بود؟ کی بود؟ دهن نمیتونستیم وا کنیم. دعوا نکردین که گند خلافتون در نیاد؟ که نگن چرا که توی انباری اون قهوه خونه بودی، درسته؟ درسته. دقیقاً دو شب قبل از دیدن این ماجرا نریمان اومد سراغ من، آدرس نشونی احمد رضا رو گرفت، گفت میخواد که با سلیم آشیشون بده. بعد وقتی زن احمد رضا و آقا ولی اومدن دیدن من، گفتن که احمد رضا گم و گور شده. وقتی هم فهمیدم که نریمان به خاطر داستان احمد رضا فراریه، یهو فکر احمد رضا چسبید به مغزم. گفتم نکنه این جنازه احمد رضا بوده. احمد رضا پسرمونه، نمیتونم ازش بگذرم. به خاطر همینم سریع زنگ زدم به پلیس، خودم رفتم سراغ نریمان که دیشب دیدم چپید تو انباری قهوه خونه. شوهر من آوردن تو اورژانس این بیمارستان، بیهوش بوده، گذاشتنش رو رفتن. احمد رضا بابایی چه برای سرش اومده؟ او خانم 12 شب پیش، من چه میدونم؟ باید بدونید، باید پرونده های ترخیصی رو بگردم. لطفا نگاه کنید. گفتی اسمش؟ احمد رضا بابایی. اینا هاش، احمد رضا بابایی. نگران نباشون، خدا رو شکر ترخیص شده. 3 ساعت بعدش آشناهاش اومدن دنبالش، مرخصش کرده. آشناهاش؟ بله، البته ما هم تشخیصمون بود که بمونه، اما خود شوهرتون چون سرپا بوده رفته با همون آشناشون. آشناش کی بوده؟ نمیدونم. ما اینجا 2 نوع پرونده داریم، یکی ثبت کامپیوتریه، یکی دستی. اگه اطلاعات بیشتر می‌خوایم باید به این بایگانی. پیداش کردم.
این حالش خوب شده رفته. آشناش اومده بردتش. حالا شما مشکل چیه؟ میخوام بدونم اسم اون آشناش چی بوده. اسم نداره، امضاش هسته. بده من خواهر. کی این گزارشو نوشته؟ پرستار شیفت عصره. اسمشی میخوای بدونی چای چیه؟ اگر دیدنش برات خیلی مهمه بمون تا بیاد ببینیش. غذای بابک و حاج آقا شایسته رو بذار کنار اجاق گرم بمونه. چشم. چی شد که فهمیدی باید ازدواج کنی؟ خب این فهمیدن از نقص میاد. باید به اینکه کامل نیستی، به اینکه نقص داری ایمان داشته باشی. میدونی چیه؟ حکایت زن و مرد مثل لباسه. لباس تنو میپوشونه، ازدواجم نقصای زن و مرد رو. این فهمیدن از اعتماد به نیاز میاد. نیاز به کامل شدن. چرا اینو پرسیدی؟ این ساندویچ ما آماده نشد. بیام سر میزت. بیای سر میزم که چی؟ که فالتو ببینم. من به فال اعتقادی ندارم. تو ببینی درست میگم، اعتقاد پیدا میکنی. موچه تو واکن، فالتو ببینم. موچه باز که دیدن نداره. همین بستش رو ببین. اونجوری نمیشه که. نه دیگه میشه. گوش کن من برات بگم. نرگسیون، نرگسیونو که یادته؟ نرگسیون اونقدر خوب برام تعریفش کرده که از بهرم همه چیزشو، تخمشو، تخمشو، پشت کردن و رفتنشو. دیشب خوابشو دیدم، خواب بابامو اخم کرد بهم. میدونم چرا پشتشو بهم کرد. میدونم چرا. چون موافق نیست، چون دیگه شده رو، چون دیگه جسمیست، چون دیگه جسمیست تنفر بفهمه. تنفر یه شیرجهی بلنده. وقتی زدی دیگه زدی، دیگه راه برگشتی نیست. اگه دشمن دنیا رو جنگل دونست تو هم باید بدونی باید مثل خودش با سلاح خودش باش رفتار کنی. نرگس جون بهم میگفت، نرگس جونو که یادته؟ نرگس جون بهم میگفت وقتی منو دستام یه سالمون بود، وقتی کفن پدرم هنوز خوش نشده بود، عموم پرویز شایسته به جای آبروداری کردن، به جای بزرگتری کردن برای من و مادرم، آبروی مادرمو نشونه رفت. منهدمم کرد. اسم و فامیلمو ازم گرفت. دو طرفه یتیمم کرد. شدم علکی. شدم پادوی خونش. حالا من و دستام 30 سالمونه. حالا نوبت من و دستامه. سلام بابا یوسف. Thank you.
میشه یه لطفی در رقم کنی؟ یه مدتی به خوابم نیا، به خوابم نیا تا پسرت حقشو از برادرت بگیره. اولش ناهید خانم، بعدش هم پولاش، حالا نوبت دخترشه. آره یه مدتی به خوابم نیا، به خوابم نیا تا پاهمو سست نکنی، تا منصرفم نکنی. الو، سلام، خوش میگذره گمگوری؟ سلام ناهید. گفتی کیانوش مشهده؟ آره. گفتی رفته سراغ نرگس بزرگ مهر گرفت و گفت اون مرده؟ آره هنوزم مشهده. چطور اگه؟ چطور اینکه مشهد نیست؟ نیم ساعت پیش توی رستوران تو تهران دیدمش. مزخرف نگو، از پرخوری زیادی تو رستوران توهم زدی، یکی رو شبیه اون دیدی. صبحی از مشهد بهم زنگ زد گفت بلیط برگشتش هم مال شبه. ببین میگم توی رستوران بود، بگو چش. میخوام بریم سمت زمینت. مگه نگرانی چه شکلیه؟ اگه قراره زار بزنم، تو سرم بزنم، گریه زاری بکنم، فقط واسه ناهیده. فقط اونه که لایق اشک ریختنه. من میدونم کجا وایستادم، میدونم وضعیتم چیه، میدونم وقتی این تابلو رو به هم نشون میدی معنیش چیه. معنی این تابلو و اسم وقاف رو خوب میدونم. بابک امروز از نگهبان زمین شنیده، تو از بابک شنیدی، هر دوتون امروز فهمیدین، ولی من که امروز نفهمیدم. من امروز نشنیدم. من خیلی وقت از طریق کیانوش خبر دارم که این زمین اوقافیه. فهمیدم که چوب دو سر طلا شدم، هم از طرف فروشنده زمین، هم از طرف احمد رضا. میدونستی و به من که وکیلتم نگفتی؟ من چه گندرم؟ به هیچ کس نگفتم، مخصوصا نگفتم. میدونستم که اگه بگم بازم همین حرفاست، همین چیزایی که بابک میگه، همین چیزایی که تو میگی. من شرایطم رو خیلی خوب میدونم. تو شرایط من فقط یک معنا وجود داره، دو کلمه آخر خط. ولی من نمیخوام این دو کلمه فکر کنم. میدونی چرا؟ برای اینکه من رویا رو دارم، دخترم رو دارم، مسئولیت خوشبخت کردنش رو دارم. برای همین نمیخوام به آخر خط فکر کنم. برام یه جلسه تو دادسرا بذار.
میخوام اعلام ورشکستگی بکنم، میخوام برم وسط آتیش. به کیانوش بگو برات یه جلسه بزنه تو داد سره. مردی که یه نفهم من وکیلشم برام مخفی کاری میکنه، من رفیقشم برام مخفی کاری میکنه، همون لیاقت کیانوش میانوشه. من برمیگردم سر جای اولم، من همه چی رو درست میکنم. سلیم بهم گفت که صدای اتوبوسو میده که احمد رضا رو راضی کنم. این صدای واسه من حکم معجزه رو داشت. دیگه میتونستم خودم واسه خودم کار کنم. دیگه پادای خلاف نباشم. که بشه گنده خلاف. خلاف قاچاق سیگار، درسته؟ گفتم درسته؟ زدیش که ازش امضا و اثر انگوش بگیری ها؟ نه به قرآن. من زدم تخت سینه‌اش، پشت سرش خورد به میز. منو دعاشم از ترس اینکه بمیره رسوندنش بیمارستان. وقتی بیهوش بود قلبش هنوز میزد. من نمیدونم چرا سر به نیست شد. اگه بگم 8 میلیارد کلا برداری کرده و گم و گور شده چه میگی؟ احمد رضا؟ سر مهم نیست. فقط زنده باشه که من از اینجا خلاص شم. خلاصی تو کار نیست، قاچاق چیه؟ برادرت کجاست؟ یه لحظه تشریف میری بابا. چیه؟ قربان زن احمد رضا بابایی الان یه 2 ساعتی که بس توی بیمارستان امام نشسته. چراشو نمیدونم ولی نشسته. چراشو من میدونم. رفته سراغ شوهرشو بگیره. سراغ اون شب تو اورژانس. اینو تحویلش بده بریم بیمارستان امام، بلکه چراشو تو هم بفهمی. آقا ولی بفرمایین تو. با اجازه. دستت درد نکنه بابا. هاش خانم مادرت چطوره؟ مریض احوال هنوز؟ مریض احوال بودن، عمرشون رو دادن به شما. آخر عاقبت به خیر مرد بابا؟ فکر کنم. راضی از اولاد؟ فکر کنم. خب تو الان با کی زندگی میکنی بابا؟ یعنی کی از خانوادت مونده؟ من با داداش فرزادم. البته من خونه سوا گرفتم. غمخوار هم هستیم؟ بله، خیلی با هم خوبیم. زن گرفت، دیدم یه وقت سربارش نشم، خونه گرفتم. البته میره میاد، خودش، زنش، دوری و دوستی دیگه. ولی غمخوار همیم به قول شما. الحمدلله. با اجازه. این دعوای دیشب سر چی بود بین تو خوجست و دوستت؟
هیچی، دعوای خجسته نبود، منو دوستم یه کوچولو. خجسته هیچ وقت خواهر نداشته بابا، هواشو داشته باش بابا. اون تودارتر از اونه که همه چیزشو به من بگه. خب حیای پدر و دختری هست، تو خواهرش باش بابا، گوش راز و درد دلش باش. بزنیم. خانم چای چی؟ وقتی منتقلش کردن اورژانس هنوز بیهوش بود، یه ضربه انگار خورده بود پشت سرش. قبل از اینکه بیهوش بیاد جیباشو گشتیم تا اسمی، آدرسی، یه چیزی از تو جیباش پیدا کنیم و خانوادهشو خبر کنیم، که یه موبایلش زنگ خورد. موبایلشو جواب دادم، گفتم شما کی هستین؟ بعد کل ماجرا رو براش تعریف کردم. 20 دقیقه بعد دو تا مرد رسیدن بیمارستان. شوهرتون یه ذره گیج و منگ بود ولی میگفت حالش خوبه. همراهش میگفتن پرواز دارن. بعدش هم رفتن. خیلی زود. یادمه که بغل دست تختی که شوهرتون روش دراز کشیده بودن یه دونه پاسپورت و بلیط جا مونده بود. رو پاسپورت هم عکس شوهرتون بود. پاسپورت؟ توی وسیله شوهرتون ما پاسپورت و بلیط پیدا نکرده بودیم. فکر کنم اون دوتا آشنایی که اومده بودن اونو جا گذاشته بودن. سلام. 10 دقیقه نشد که یکی از اون دو نفر اومد و بودو بود و پاسپورت و بلیط رو گرفت و رفت. برم ضبط و نوار قرآن رو بذارم جلو در، زیادی سوت و کوره. چرا نذاشتی برم خونه خودم مامان جان؟ اینجا باشی بهتره مامان، بری اونجا تک و تنها چی کار؟ مراسم سوم هم که قرار شد تو مسجد همین محل بگیری. برم یه چیزی بیارم بخوری، اینجوری از پا میافتین. باید سر پا باشین که بتونین عزاداری کنین، آبروداری کنین. دو دقیقه تو خلوت و کسی نیست دراز بکشین. محسن کجاست؟ Thank you.
خدا بیامرزه.